بینندگان عزیز، بسیار خوشحال هستیم که در این لحظه همراه با همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم برای تقدیم برنامه این هفته همراه با بینندگان. این برنامه مطابق روال همیشگی تریبونی برای انعکاس گزارش ها، دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است. همچنین در حد مقدورات این برنامه به سوالات شما پاسخ داده می شود. یکی از راه های ارسال نامه برای این برنامه استفاده از ایمیلی است که در خلال برنامه ها بر روی صفحه تلویزیون شما ظاهر می شود. همچنین شما میتونید به تلفن های این برنامه زنگ بزنید و بر روی پیغامگیر آن پیغام مورد نظرتون رو برای ما بذارید. اینک توجه شما رو به برنامه این هفته همراه با بینندگان جلب میکنم و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. بیننده عزیزی با نام مستعار آرمین از تهران در نامه‌ای برای تلویزیون کمله نوشتند: من درک می‌کنم که نیروها و گرایشات و افراد زیادی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که در نهایت چیزی جز ادامه نظام اجتماعی سرمایه‌داری را نمی‌خواهند و حتی آن اندازه و تا آن اندازه که خود ادعا می‌کنند دموکرات هم نیستند، اما با وجود این یک حزب سیاسی کمونیستی نمیتواند تفاوت‌های موجود بین این نیروها، افراد و جریانات را در نظر نگیرد و برخوردش با همه آنها یکسان باشد. توجه به این نکته آن چیزی است که من در مواضع حزب کمونیست جای آن را خالی می‌بینم. آرمین عزیز، با تشکر از نامه شما باید اذعان کرد که نکته مهمی توجه شما رو به خودش جلب کرده و سعی می‌کنیم در پاسخی فشرده متناسب با وقت برنامه ما نظر خود را به اطلاع شما برسونیم. آمین عزیز، ما تفاوت‌های بین این افراد، نیرو و جریاناتی را که از نظر ما در طیف نیروهای بورژوایی مخالف رژیم قرار می‌گیرند می‌شناسیم و این شناخت راهنمای عمل ما در برخورد با آنها خواهد بود، اما آنچه که ما می‌خواهیم توجه به خصلت مشترک طبقاتی آنهاست. ما به کارگران می‌گوییم که اینها نماینده بورژوازی ایران و نیروهایی هستند که نقش تاریخیشان جز ایجاد شرایط سیاسی مطلوب برای استثمار کارگران چیزی نیست. چیز دیگری نیست. اختلافها و خرد اختلافهای بین آنها نمیتواند تغییری در جایگاه طبقاتی آنان بدهد. ما در این که این تفاوت‌ها را می‌بینیم همیشه گفتیم و می‌گوییم که وظیفه طبقه کارگر این نیست که از میان جناح‌های مختلف سرمایه‌داران یکی را انتخاب کند و از این در مقابل آن دفاع کرده و یکی را در مقابل دیگری تقویت نماید. برعکس، طبقه کارگر باید مدافعان سرمایه و سرمایه‌داری را در هر لباس و با هر لقبی که به خود می‌دهند بشناسند و در مقابل تمامی آنان اهداف و آرمان‌های خود را به پیش ببرد. و وظیفه کمونیست‌ها که در این راه پیش‌آهنگ و یار و یاور طبقه کارگر باشند. طبقه کارگر باید فراگیرد که به نیروی خود متکی باشد و به هیچ جناح سرمایه‌داری تحت هیچ شرایطی دل نبندد. از اینکه با ما تماس گرفتید تشکر می‌کنیم و منتظر نامه‌های بعدی شما دوست عزیز خواهیم بود.
بیننده عزیز برنامه‌های تلویزیون کومله با نام احمد از سنندج ایمیلی برای برنامه ما ارسال و همراه با آن هدیه‌ای را به تلویزیون کومله تقدیم کردند. احمد عزیز، ضمن تشکر از شما، ما از همان طریقی که خواسته اید حتما با شما بیننده عزیز تماس خواهیم گرفت. بار دیگر از همکاریتون با تلویزیون کامله سپاسگزاریم و منتظر تماس‌های بعدی شما خواهیم بود. جمعی از هواداران کمله و حزب کمونیست ایران در مناطق کلاترزان و سرشیف مریوان ایمیلی برای برنامه همراه با بینندگان ارسال کرده و در آن برگزاری موفقیت آمیز کنگره 14 کمله را تبریک گفتند. همچنین این عزیزان در نامشان نسبت به دستاندرکاران تلویزیون کمله برای انعکاس جریان کنگره ابراز محبت کردند. ما هم از همه این عزیزان در مناطق کلاترزان و سرشیو مریوان تشکر می‌کنیم و آرزومندیم در تمامی مراحل زندگی پیروز و سربلند باشند. بیننده عزیز برنامه‌های تلویزیون کمله با نام مستعار سیاوش از شیراز به نمایندگی از سوی جمعی از فعالین سوسیالیست دانشجوی این شهر ایمیلی برای برنامه‌های تلویزیون کمله فرستاده و از ما خواستند تا ایمیل ایشان را به تمامی بینندگان این کانال تقدیم نماییم. سیاوش در ابتدای ایمیل خود می نویسد: من این نامه را به نمایندگی از سوی جمعی از رفقای دانشجوی سوسیالیست شیراز برای شما ارسال و از این راه دور دست خستگی ناپذیرتون رو به گرمی می فشارم. رفقای عزیز، طی روزهای اخیر از طریق کمله تیوی مطلع شدیم که کنگره دهم حزب کمونیست ایران طی روزهای اخیر با موفقیت برگزار گردید است. به همین مناسبت صمیمانه به شما، تمامی کارگران و زحمتکشان، تمامی هواداران جنبش چپ و کمونیستی ایران و تمامی فعالین سوسیالیست تبریک گفته و آرزو داریم در مبارزه مشترکمان همچنان ثابت قدم و استوار باشیم. عزیزان، اطلاعیه پایانی برگزاری کنگره دهم حزب کمونیست ایران بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که حزب کمونیست ایران به حق همچنان پرچمدار مارکسیسم و مدافع راستین و صادق کارگران و ستم دیدگان است. متن اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست ایران همچنان نشان داد که این حزب همچنان با واقع بینی و بر اساس اصول کمونیستی اوضاع و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران را مورد ارزیابی قرار داده و همچنین بر اصول کمونیستی پای می فشارد. سیاوش در پایان ایمیل خود می نویسد: بار دیگر برگزاری موفقیت آمیز کنگره دهم حزب کمونیست ایران را به ویژه به خانواده عزیز جان باختگان تبریک گفته و برای شما دستاندرکاران تلویزیون کمله نیز آرزوی موفقیت داریم. ما هم از سیاوش عزیز کمال تشکر داریم و امیدواریم همچنان با ما در تماس باشند. Thank you.
بیننده عزیز برنامه همراه با بینندگان با نام مستعار سروش از تهران ایمیلی برای برنامه همراه با بینندگان ارسال و ضمن اشاره به اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین نظرات خود را در این خصوص طرح کرده و از ما خواستند دیدگاه های ایشان را منعکس نماییم. سروش در ابتدای ایمیل خود می نویسد: من برای اولین بار است که با کانال شما تماس می گیرم و امیدوارم ایمیل من را در یکی از برنامه هاتون بخونید. همانطور که خود شما و مطمئناً بسیاری از مردم ایران از طریق رسانه های جمعی مطلع هستند، طی روزهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی که در بند 350 زندان اوین به سر می برند در اعتراض به نقض حقوق انسانی خود دست به اعتصاب قضا زدند. به نظر من فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش اقدامات سرکوبگرانه نشان می‌دهد که سران رژیم جمهوری اسلامی به شدت دچار وحشت شدند، ضمن اینکه تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز این رژیم ضد انسانی را بیشتر در تنگنا قرار داده است. من در اینجا لازم می‌دانم مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی و به ویژه خانواده‌های آنان در مقابل رژیم هار و درنده جمهوری اسلامی را تحسین کنم و از تمامی مردم آزادی‌خواه می‌خواهم به هر طریق ممکن به یاری زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان بشتابند. سروش همچنین در پایان ایمیل خود نوشتند: از دست‌اندرکاران برنامه‌های تلویزیون کمله می‌خوام ساعت پخش برنامه‌های فارسی را افزایش دهند و به ویژه برنامه‌های بیشتری را درباره ارزیابی و تحلیل اوضاع سیاسی ایران تهیه و پخش نمایند.
همچنین امیدوارم بتونید زمینه پخش برنامه‌های مستقیم را هم فراهم نمایید تا علاقه‌مندان این کانال بتونن از طریق تلفن نظرات خود را ابراز کنند. سروش عزیز، ضمن تشکر از ایمیلی که برای این برنامه ارسال کردید، خواسته های شما را مطمئناً به اطلاع مسئولان مربوطه خواهیم رساند و منتظر ادامه تماس های شما خواهیم بود. پیروز و موفق باشید. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن، تو کوها دارن یکی از بینندگان عزیز برنامه‌های تلویزیون کمله با نام نیما از شهرستان آمار ایمیلی را برای این برنامه فرستادند. نیما در ابتدای ایمیل خود چنین نوشتند: اگر این روزها نگاهی به رسانه‌های خبری مستقل و حتی وابسته به رژیم به ویژه سایت‌های اینترنتی بندازیم، متوجه خواهیم شد که شکاف و اختلاف مقامات رژیم در بالا هر روز شدت بیشتری پیدا می‌کند و آنها مدام
پته هم دیگر را روی آب می اندازن. در واقع به مصداق ضرب المثلی که می گوید اسب‌ها در سربالایی هم دیگر را گاز می گیرند، احتمال دارد که کار برای سران رژیم از گاز گرفتن بگذرد و به جان هم دیگر بیافتند. نیما در پایان ایمیل خود می نویسد: من مایلم بیشتر با دیدگاه های سیاسی شما آشنا بشم و می خوام من را در این مورد راهنمایی کنید. نیمای عزیز، با تشکر برای نامه‌ای که فرستادید. دیدگاه های سیاسی ما و همچنین برنامه حزب کمونیست و اسناد کنگره ها همگی در سایت های اینترنتی حزب قابل دسترسی هستند. اگرچه می دانیم این سایت ها در داخل کشور به وسیله جمهوری اسلامی فیلتر شدند، اما با وجود این از طریق فیلتر شکن ها می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. به علاوه ما از طریق همین ایمیل هم مطلبی رو برای شما ارسال می کنیم. شما بعد از دریافت و استفاده لازم اثر آن را از روی کامپیوترتان از بین ببرید. منتظر تماس های بعدی شما هستیم. طی دو هفته گذشته چند بیننده عزیز با نام‌های اخگر، فرهاد، زانا و فرزاد طی تماسی تلفنی و از طریق ایمیل از ما خواستند که در این برنامه نظر و دیدگاه تهیه کنندگان این برنامه را در مورد مذهب بدانند. آنها همچنین از ما خواستند در فرصت‌های مختلف بحث و دیالوگ آزاد در این مورد در تلویزیون کمله تهیه و پخش کنیم. در پاسخ به این عزیزان قبل از هر چیز لازم است بگوییم که دیدگاه تهیه کنندگان این برنامه در واقع همان دیدگاه رسمی حزب کمونیست ایران در این زمینه است و در فرصت‌های مختلف هم راجع به آن صحبت شده است. اینک به منظور برآوردن درخواست این عزیزان به طور فشرده نکاتی را در این زمینه بیان می‌کنیم. مذهب از نظر ما مانند هر ایدولوژی دیگری مهر طبقاتی معین بر خود دارد و در خدمت منافع مادی و زمینی طبقات معین است. کلیه مذاهب با کتمان منشأ واقعی دردهای بشری و ستمی که بر همه رنجبران می رود، با وعده یک زندگی راحت پس از مرگ به جای مبارزه برای تغییر زندگی واقعی زمینی، با ایجاد شکاف و تفرقه در میان همه رنجبران بر حسب تعلقات مذهبی آنان، با مخالفت همیشگیشان با هر گونه رشد و تعالی علمی و فرهنگی بشری در طول تاریخ در خدمت طبقات استثمارگر و در این دوران در خدمت طبقه سرمایه دار قرار دارند. این نقشی است که امروز مذاهب گوناگون در کشورهای مختلف علارغم هر شکل حکومتیشان به عهده دارند. بودائیسم، اسلام، مسیحیت، یهودیت و مذاهب دیگر کارشان همانا اشاعه جهل و خرافه، ایجاد شکاف در میان کارگران، فراخواندن کارگران به شکیبایی و بردباری در برابر ستم و استثمار طبقات دارا و در یک کلام تحکیم و تقدیس روابط استثمارگرانه کنونی است. امروز علارغم اینکه مذهب در بسیاری از کشورهای اروپایی امر خصوصی اعلام شده، اما مذهب و کل سلسله مراتب کلیسایی در خدمت دولت‌ها و اربابان سرمایه است. ما در عین اینکه این کارکرد مذهب را می‌شناسیم و در مورد آن روشنگری می‌کنیم، اما در برنامه‌مان خواسته جدایی دین از دولت را مطرح کردیم. اما خواسته جدایی مذهب از دولت به چه معناست؟
بیشتر به این نکته اشاره کردیم که مذهب در همه جا اساساً در خدمت طبقات دارا و سیاست‌های آنان قرار دارد، چه در ایران با حکومت جمهوری اسلامیش و چه فی‌المثال در سوئیس لیبرال. اما این اصلاً به این معنا نیست که مذهب در همه جا دارای وزن و کاربرد یکسانی است و به یک شکل در خدمت استثمارگران است. امروز اسلام در ایران نه فقط مانند هر مذهب دیگر همچون تریاک، ابزار تقدیر و به تسلیم کشیدن کارگران است، بلکه به مبنای قانونی و پوشش ایدئولوژیک هارترین حکومت سرمایه نیز هست. اگر خرافات مذهبی در خدمت فریب و به تسلیم و سکون کشیدن کارگران و زحمتکشان است و این افیون مرتباً هر روز و هر ساعت توسط ارگان‌های دولتی اشاعه داده می‌شود، باید خواستار این شد که هیچ دولتی از تبعیضات مذهبی حمایت مادی نکند و ارگان‌های دولتی در خدمت اشاعه این خرافات نباشند. اگر مذهب رسمی یک ستم آشکار به همه کارگران و زحمتکشان است و هر آن کس که بخواهد در برابر این جهل علم و علمی اندیشیدن را قرار دهد و کارگران را آگاه کند، با مجازات مرگ کیفر داده می شود. باید خواستار دولتی شد که حق تعقیب و مجازات علیه هر گونه اعتقاد مذهبی و یا نداشتن مذهب و تبلیغات ضد مذهبی را نداشته باشد. اگر امروز مذهب رسماً در ابتدایی ترین سنین در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها به زور به کودکان تحمیل می شود و دستاوردهای علمی بشریت به خاطر ضدیتشان با مذهب سانسور می شوند، پس باید خواستار جدایی مذهب از تعلیم و تربیت شد. اگر مذهب موجب تفرقه در میان کارگران و زحمتکشان می شود، باید خواستار دولتی شد که نسبت به هر گونه مذهب و داشتن و یا نداشتن هر عقیده و مذهبی بی تفاوت باشد و حق پرسش و تحقیق درباره عقیده یا نداشتن عقیده به مذهب را نداشته باشد. اگر سلسله مراتب مذهبی و نهادهای مذهبی به وسیع ترین شکل توسط دولت تقسیم می شوند و سلسله مراتب مذهبی همچون سلسله مراتب ارتش و بوروکراسی دارای مزایای مادی و اقتدار سیاسی است، باید خواستار دولتی شد که هیچ گونه حمایت مادی از سلسله مراتب مذهبی و نهادهای مذهبی به عمل نیاورد. دولتی با چنین مختصاتی دولتی است که از مذهب جداست و این اولین گام، تأکید می‌کنیم، اولین گام در راه رهایی بشریت از جهل و تبانی است.
هر سال به شو امسال نمیرن تیب شورا واش در بومیرن تیلنگن خاش در بومیرن ای روسی آی رن جان برگر بی آی رن رن آی میشه رن آسیا پیش میشه رن جمعی از هواداران کمله و حزب کمونیست ایران و اعضای خانواده های جان باختگان با نام گروه یاران از شهر سنندج ایمیلی برای برنامه همراه با بینندگان ارسال و برگزاری موفقیت آمیز کنگره دهم حزب کمونیست ایران و کنگره چهاردهم کمله را تبریک گفتند. این عزیزان در ایمیل خود چنین نوشتند: در این شرایط سیاسی و اجتماعی خاص که جامعه ایران و کردستان در آن به سر می‌برد، بسیار خوشحال و مسرور شدیم که از طریق تلویزیون کمله خبر برگزاری موفقیت آمیز کنگره دهم حزب کمونیست ایران و کنگره چهاردهم کمله را شنیدیم. عزیزان دستاندرکار تلویزیون کمله و بینندگان این کانال، برگزاری دو کنگره طی یک فاصله کوتاه، آن هم با موفقیت و ارزیابی سیاسی دقیق و اتخاذ خط مشی کمونیستی در تحلیل اوضاع سیاسی، نشان از انسجام سیاسی و تشکیلاتی حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان حزب یعنی کمله دارد. ما این پیروزی ارزشمند را به همه کارگران و زحمتکشان ایران و کردستان و تمامی خانواده های جان باختگان و تمامی رفقای پیشمرگ کمله و اعضای حزب کمونیست ایران تبریک گفته و برای تک تک این عزیزان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. یکی از بینندگان عزیز برنامه‌های تلویزیون کمله با نام آلان از سردشت نامه‌ای برای برنامه همراه با بینندگان ارسال و در آن به کشتار کاسبکاران در مناطق مرزی از سوی رژیم اسلامی اشاره کردند. آلان در بخشی از نامه خود می نویسد: طی هفته های اخیر در چندین مورد ماموران انتظامی رژیم اسلامی به کاسبکاران و کولبران مرزی یورش برده و چندین تن را زخمی کردند. البته در یکی از این موارد مردم خشمگین و معترض پایگاه گوزله را به آتش کشیدند و بر اثر تیراندازی ماموران رژیم 7 تن نیز زخمی شدند. این بیننده عزیز برنامه‌های تلویزیون کمله می نویسد: بیکاری و فقر رو به گسترش فشار بر مردم کم درآمد را بیشتر کرده و ساکنین مناطق مرزی برای تأمین معیشت خود و خانواده هایشان ناچارند علی‌رغم خطرات فراوانی که وجود دارد به کاسبکاری و کولبری بپردازند و در این را هر خطری را به جان می خرند. با تشکر از آلان عزیز، منتظر تماس های بعدی شما دوست عزیز خواهیم بود. یکی از بینندگان برنامه‌های تلویزیون کمله از شهر سنندج در تماسی تلفنی خبری در خصوص اعمال فشار و تهدید کارگران کارخانه نیروسازان ماد را برایمان ارسال کردند. این بیننده عزیز در تماس خود می‌گوید: کارفرمایان کارخانه نیروسازان ماد واقع در شهر سنندج ساعات کار کارگران این کارخانه را افزایش داده و در مقابل اعتراضات آنان کارگران را تهدید به اخراج و سرکوب نمودند. به دنبال افزایش اجباری ساعت کاری به 12 ساعت چرخشی در مدت 24 ساعت کارگران این کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی شماره 1 سنندج دست به اعتراض زدند که با خشونت و تهدید کارفرمایان روبرو گردید و در ادامه کارفرمایان کارگران معترض را به اجبار روانه کارگاه و وادار به کار نمودند.
در تداوم سیاست تهدید و ارعاب علیه کارگران، روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه کارفرمایان در واکنش به درخواست مرخصی 5 نفر از کارگران تهدید کردند که آنان را به اتهام سرکشی به اداره اطلاعات تحویل و اقدام به اخراج کارگران خواهند نمود. جمعی از پیشمرگان سابق گردان 26 سقز و اعضای خانواده جان باختگان صفوف کمال و حزب کمونیست ایران در این منطقه در پیامی که برای تلویزیون کمال ارسال داشتند، برگزاری موفقیت آمیز کنگره 14 کمال و کنگره 10 حزب کمونیست ایران را تبریک گفتند. در این پیام آمده است: خبر مسرت بخش برگزاری موفقیت آمیز کنگره 14 کمال و کنگره 10 حزب کمونیست ایران را از طریق تلویزیون کمال شنیدیم. از همینجا دست تمامی پیشمرگان کمال و اعضای حزب کمونیست ایران را به گرمی می فشاریم و برای همگی آنان آرزوی پیروزی و سربلندی می کنیم. عزیزان، برگزاری موفقیت آمیز 2 کنگره فوق موجی از شادی و سرور در دلهای من ایجاد کرد. امیدواریم با اتکا به دستاوردهای سیاسی و تشکیلاتی این 2 کنگره، کمله و حزب کمونیست ایران در همه عرصه‌های مبارزاتی پیشرو گام‌های بلندتری بردارد. ما جمعی از پیشمرگان سابق گردان 26 سقز و اعضای خانواده جان باختگان به شما اطمینان می دهیم که در پیش برد امر مبارزه مشترکمان که همانا تحقق آرزوهای شریف و انسانی هستند که فرزندان و عزیزان ما در راه آن جان باختند، ما را در کنار و همراه خود خواهید داشت. زنده باد کمله، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد سوسیالیسم. ما دست اندرکاران تلویزیون کمله نیز از این عزیزان برای پیام صمیمانه و دلگرم کننده شون سپاسگزاریم و برای تک تک این عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی داریم.
در تو منمانم و پیش تو میمانم حالا بگذاری بر لبه من دختر زیبا آن برقه نگاه تو عشق بی گناه تو روشن سازد که شبه و آخرین ایمیل ما ایمیلی است از یکی از بینندگان عزیز برنامه‌های تلویزیون کمله با نام کوهیار از کرج که ایمیلی برای این برنامه فرستاده و درخواست نمودند تا نظرات ایشان را در این برنامه منعکس کنیم. کوهیار در ایمیل خود چنین می نویسد: با سلام به دست اندرکاران زحمتکش تلویزیون کمله و بینندگان این کانال، قبل از هر چیز تلاش و زحمات شما را ارج می نهم و براتون آرزوی موفقیت دارم. از اینکه در بخش سخن روز به معضلات و مشکلات متعدد اجتماعی می پردازید خوشحالم و امیدوارم این روند را همچنان ادامه دهید. کوهیار سپس می نویسد: امروز هر منبع خبری از روزنامه، تلویزیون و اینترنت گرفته تا خبرهایی که در کوچه و بازار و از دوستان آشنایان می شنوید اخباری هستند که انسان را به شدت آزرده خاطر می کند. چند نفر اعدام شدند. زندانیان سیاسی تحت فشار هستند و دست به اعتصاب زدند. یک زندانی در زندان گوهردشت به قتل رسید. برای چندین نفر حکم زندان و اعدام صادر شد. یک زن با خطر سنگسار روبروست. شماری جوان تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند. چند جوان در یک میهمانی خصوصی بازداشت شدند. ده ها، صد ها و شاید هزاران کارگر بیکار شدند. یک نفر بر اثر فقر خودکشی کرد. یک جوان معتاد در کنار خیابان جان سپرد. مردی همسرش را به قتل رساند. قیمت برنج و روغن و نان گران شد. تحریم های بین المللی علیه ایران شدت می گیرد و ده ها مورد دیگر. واقعا با شنیدن این اخبار چه احساسی به انسان دست می دهد؟ جامعه‌ای که سرتاپای آن را مصائب مختلف فرا گرفته است. اما نگاهی به تلویزیون و مطبوعات وابسته به رژیم بندازیم. همش دروغ و تحریف و ریاکاری، اخبار جعلی و غیر واقعی و نشان دادن تصویری از یک کشور با ثبات که هیچ مشکلی در آن وجود ندارد و همه در شادی و آرامش هستند. کوهیار در ادامه می نویسد: اما سران جنایتکار رژیم اسلامی با این گونه دروغ‌ها ره به جایی نخواهند برد. به امید روزی که این مصائب همراه با باعث و بانی آن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، برای همیشه از زندگی مردم ایران پاک شود. ما هم از ایمیل این بیننده عزیز سپاسگزاریم و براشون آرزوی موفقیت و شادکامی داریم.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته همراه با بینندگان. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در انتظار نامه، ایمیل و تلفن‌های شما عزیزان هستیم. تا به هم رسیدنی دوباره، شاد و سربلند باشید.